بله مریم جان بودن از فکر میکنم کتای سنگیم کارت سه و تماس شدن و چکش دوبایتی زیبایی گفتن در مورد دوستی و میریم یک تماس آخر رو هم جواب میدیم. سوال جان به اتفاق سوال نازنین مهمان برنامه عصر بخیر. تشکر. بله سلام علیکم، عصر شما بخیر. بله سلام علیکم. سلام علیکم، عصر شما بخیر. کی هستین و از کجا به تماس شد؟ فرقنا داشتم اشتابه که تماس شده. بسیار زیاد خوش آمدین. تماس قطع شد. خب دوستا هستم کمیش به تلویزیون بافتر به تماس میشن. بله یک تماس دیگه هم بگیم چون که گفتنی همشه ما نفهمیدیم. بله سلام علیکم، عصر شما بخیر. بله سلام علیکم. سلام علیکم، عصر شما بخیر. مرحبا آقای دمشق. تشکر. لطف کنید کی هستین و جواب تماس شدین؟ بله. آقای دمشق هستم از دولتای میگن آقایی. بسیار زیاد خوش آمدید برنامه اصل بخیر. بله میشنم. بله. این دوست محاسبه را از طریق تلویزیون میشنم. فکر میشنم میشنم صدای تلویزیون تا کم کنین اگه لطف کنین. درست شد به شرطی که دوباره صدا رو بلند نکنه. خب بفرمایید در مورد موضوع برنامه ما کنید گفتنی دارین یا از مهمان عزیز ما سوال دارین؟ بله غزل جان ساجه کنید جواب فکر کنم مصروف دید قد شد دخلیم که اینا مصروف کدام کاری بودن. خب تماس بگیریم. سوال جان نازنین بازم یک تماس داریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم، عصر شما بخیر. کی هستین و از کجا با تماس شدین؟ بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. خودتان گفتنیایی با مهمان عزیز ما دارین یا در مورد موضوع برنامه ما نظرتان میگین؟ گفتنی با مهمان شما ندارم. گفتنی با مهمان برنامه شما باشه. بفرمایید. انچه یک دوست پیشتر داده که چیز خوبی هست که صورت اگر برادتون برزیز دادی دوباره قیده شده. بله واقعا در هر کسی قدر دوست خود را بیار. کاملا حرف درست. خود دوست سمی داری؟ بله خب خفه کنی سرش نه خب کدام گفتنی پیامی داری برشان؟ برزیزون این پیام را بیر ایز وقت همه را جنگ نکن. حتما ما میشتم همه خود جنگ نمیکنه بر تمام دوست ها باشه که ایز دوستی با دوست خود جنگ نکنه. البته خفه هم دوست داشتنیست انشاءالله که اونا خفگیشان به زودی برطرف میشن. تشکر. لطف کنید که به تماس شدید. خدا نگهدار. ما میخواستم از مریم جان یک سوال کنم، از لیلا جان یک سوال کنم. خب قطع کردن. خوب خیر سوال تو جیب میشه شاید بشنون. خب من میخواستم این را روش برسام کنم که چی وقت قدر دوستی را دانستن. آها کاملا قدر دوستی ما اگه جوابتم میروانی میخواهم جوابتی میخواهم. این سوال مربوطه تنها لیلا جان نمیشد که زنگ زره بود بلکه تقدیم ای بکل به مردم میشه که آدم حتما آفیت به کسی بیاید که تو یک مطار داره که کنم فراموش کردیم. خب آدم وقت قدر دوستی را میدانه که من در مشکل گرفتار میشه و دوستش هم بهش واقع دوستی میکنه و او را از مشکل حتما کاری میکنه.